دیغ. اثر فرانسوا ماریا ولتر هر کدام از آنها از دیدن رقیب خود در آنجا یکی خورده ولی از دیدن قاضیان به کلی حیرت زده شده بودند زن بیوه از غازی های دادگاه تقاضای بخشش و آزادی فوری صدیق را خواستار شد. هیچ کدام از راهبان جرأت اعتراض نکرده و دستور آزادی بی قید و شرط صدیق صادر شد. ستو که از این هنرنمایی برجسته ی آلمونا غرق حیرت و مسرت شده بود، روز بعد با آلمونا ازدواج کرد. صدیق هم خودش را روی پاهای زن جوان که جان او را نجات داده بود انداخت و از او تشکر کرد. ستوک و صدیق در حالی که اشک در چشمانشان بود از یکدیگر خداحافظی کرده و سوگند یاد کردند که دوستی خود را تا آخرین لحظه ی حیات ادامه بدهند. با یکدیگر قرار گذاشتند که هر کدام در زندگی موفق تر شد نفر دیگر را فراموش نکرده و موفقیت خود را با او تقسیم کند. صدیق از آنجا به سمت سوریه روانه شد و در راه با خود فکر می کرد که سرنوشت چه بازی های عجیبی در مورد او و اشتروت قابل ستایش اجرا کرده است. او به ستاره بخت خود فکر می کرد که از خود تششوات بد یمن و شوم ساته می کرد. او با خود گفت ملکه چهارصد اشرفی برای دیدن سگ مادهی خود می پرداخت. برای نوشتن چهار مصر شعر که در ستایش و تحسین پادشاه سروده بودم نزدیک بود سرم را از دست بدهم. قرار بود به خاطر اینکه که ملکه از دیدن من خوشحال می شد بشوم. بعد از فرار دستگیر شده و به زندان افتادم که بعد در بازار برد فروش ها به بردگی افتادم که تمام آن به خاطر این بود که زن جوانی را از دست شوهر شریرش نجات داده بودم. در آخر هم چیزی نمانده بود که زنده روی آتش کباب بشوم. فقط به این گناه که باعث شدن بیوه های جزیره عربستان در آتشی که برای سوزاندن شوهر فقیدشان برپا می شد خاکستر نشوند. گری صدیق به مرز بین عربستان و سوریه رسید. وقتی از نزدیکی یک قلعه مستحکم رد می شد، چند مرد عرب مسلح از قلعه بیرون آمده و او را محاصره کردند. آنها فریاد میزدند، هر چیزی که با خود حمل می کنی به ما تعلق دارد و اما در مورد خود تو فرمانده ما برای تصمیم خواهد گرفت. صدیق جوابی نداد ولی شمشیر خود را از قلاف کشید. و سختم او که مردی بسیار شجا بود از ارباب خود تبعیت کرده و او هم شمشیر خود را بیرون کشیده و آماده ایستاد. اولین کسانی که به آنها حمله کردند قربانی تندروی خود شدند. تعداد آنها دو برابر شد. ولی صدیق و مستخدمش تصمیم خود را گرفته بودند که در این جنگ یا پیروز شده یا جان به جان آفرین تسلیم کنند. وقتی دو نفر بر علیه تعداد نفرات زیادی میجنگند جنگ خیلی طولانی نخواهد شد. رئیس قلعه به نام اربوغد از پنجره قلعه ناظر این جدال بود. او از شجاعت و مردانگی صدیق خوشش آمد و با عجله از پله ها پایین آمده و خود را به محل منازعه رساند. در آنجا او به مردانش دستور داد که جنگ و جدال را تمام کرده و دو مرد مسافر را از چنگ آنها بیرون آورد. او به نوبه خود به صدیق و همراهش گفت هر متایی که وارد سرزمین ما بشود بر حسب قانون ما متعلق به من خواهد بود. هر چیز به درد بخور دیگر هم در سرزمین های دیگر به چشم ما بخورد، آن را چپاور خواهیم کرد. ولی از آنجایی که این طور که معلوم است شما مردی با شخصیت و بسیار شجا هستید، من در مورد شما استثناء قائل می شدم. بعد از گفتن این حرف، او صدیق را به قلعه باشکوه خودش دعوت کرد. او به افسران زیر دستش دستور اکید داد که با صدیق و همراهش با نهایت احترام رفتار کنند. وقتی شب فرارسید رئیس قلعه تمایل خود را برای صرف شام با صدیق ابراز کرد. او از آن عربهایی بود که به آنها چپاولگر می گفتند و از هر هزار کار خطا که مرتکب می شدند یکی دو کار خوب هم انجام می دادند. او در راهزنی های خود بیرحم ولی در دست و دلبازی هم کاملا متمایز بود. همانطور که در موقع عمل شجاع بود، در موقع تفریح مرد بزم بود. در موقع خوردن و نوشیدن یک اپیکار کامل بوده و از خصوصیات او این بود که بسیار سرراست و رکگو بود. مصاحبت با صدیق به او لذت فراوان داده و گفتگوی آنان با نشاط و طولانی بود. اربوغه در آخر به صدیق گفت آقا من میل دارم به شما نصیحتی بکنم. نام خود را در لیست افرادی که در خدمت من هستند وارد کنید. من به شما قول می دهم که این بهترین کاری است که می توانید انجام بدهید. خیلی کم کسی به اهمیت و اقتدار من وجود دارد و در زمان خودش شاید خود شما هم بتوانید مرد بزرگی مثل من بشوید. صدیق سوال کرد. آقا آیا اجازه می دهید که از شما سوالی بکنم؟ چه مدت است که شما به این شغل شریف اشتغال داشته اید؟ میزبان جواب داد. از ابتدای جوانی. من در ابتدا در خدمت یک مرد عرب بودم که مردی معدب و صالح بود. ولی خدمت بودن چیزی نبود که بتواند مرا در زندگی راضی کند. من وقتی می دیدم که در این دنیای بزرگ که قرار از همه چیز بین ساکنان آن به تصاوی تقسیم گردد از برکت سرنوشت و تقدیر چون این سهم ناچیزی نصیب من شده است. من مشکل خود را نزد یک مرد اندیشمند عاقل عرب بردم. این مرد فرزانه به من گفت پسرم قصه نخور. بگذار ماجرایی برایت بگویم. یکی بود یکی نبود. یک دانه سنگریزه بود که دائم قصه میخورد که من توی این بیابون هیچ نیستم و اندازه یه اتم بیقابلیت هم ارزش ندارم. چند سالی از این قضیه گذشت و این سنگریزه تبدیل به الماسی شد که برای اون قیمتی متصور نبود. این الماس روی تاج سلطان هندوستان جا گرفته است. این داستانی که مرد پیر نقل کرد در من تاثیر کرد و حس جاه مرا برانگیخت. من به خوبی می دانستم که در آن لحظه دست کمی از آن سنگریزه که از یک اتم بی اهمیت تر بود ندارم. ولی با خودم عهد کردم که من هم خود را از یک سنگ ریزه ناقابل به یک الماس گرانبها تبدیل کنم. در اولین اقدام موفق به دزدیدن دو اسب چالاک شدم. بعد وارد دار و شدم که جلوی کاروانهای کوچک را می گرفتند. من رفته رفته فاصله بزرگی را که بین من و بقیه انسان ها وجود داشت کوچکتر کرده و نه تنها از به دست آوردن سهم خودم راضی بودم بلکه این موفقیت به اضعاف مضاعف به من لذت می بخشید. من مرد موفقی شده بودم و این قلعه را با پول خودم از طریق خدمت در ارتش خریداری کردم. ساتراپ سوریه که از طریق پادشاه بزرگ ایران زمین به این کار گماشته شده بود تصمیم گرفت که از من خلع مالکیت کند ولی تا آن موقع من به قدری مقتدر و ثروتمند شده بودم که از ساتراپ هم واهمه ای نداشتم من با ساتراب وارد مذاکره شده و به او مبلغ قابل توجهی پیشنهاد کردم به شرط اینکه قلعه و تمام چیزهای داخل آن به من تعلق داشته باشد از این هم مهمتر این بود که در همان حال من دامنه ی املاک خود را بی نهایت گسترش دادم ساتراب مرا به خزاندار باج و خراجی که پادشاه عربستان به شاه شاهان در ایران می پرداخت منصوب کرد. من در نهایت امانت تمام مالیات را جمعوری کرده و در موقع تحویل آن به شاه شاهان کاملا همان مقداری نبود که جمع‌آوری شده بود. وزیر بابل از طرف پادشاه بابل یک ساتراپ دون رتبه را به اینجا فرستاد که مرا از سر راه بردارند. او به همراه یک مشت سرباز به اینجا آمده و حکم بازداشت مرا با خود داشتند. من از این کار برا شفته شده و جروگ چشم ساتراب دستور دادم که چهار نفر از افراد ارشدش را حلقاویز کنند. این درست همان کاری بود که آنها قرار بود در حق من انجام بدهند. بعد من از ساتراب پرسیدم که برای دستگیری و اعدام من چه مبلغی قرار بود آید او بشود؟ او جواب داد که در صورت موفقیت به او قول داده شده بود که 300 اشرفی طلا به او پرداخت شود. من او را متقاعد کردم که اگر او به عنوان افسر سررشتهدار برای من کار کند از این بیشتر آید او خواهد شد. من او را به سمت معاون چپاولگری منصوب کردم. این مرد در این لحظه ای که با هم صحبت می کنیم نه تنها بهترین افسر من است بلکه ثروتمندترین فرد دربار من شده است اگر برای حرف من ارزش قائل هستی من به تو میگویم که تو را هم مانند او از مال دنیا بی نیاز خواهم کرد تجارت ما هرگز از, از این بهتر نبوده است دلیلش هم این است که پادشاه بابل ضربه به سرش خورده و تمام مملکت بابل حالا دچار سردرگمی شدهاند. صدیق بانگ زد آیا شما میگویید پادشاه بابل کشته شده است؟ آقا خواهش میکنم به من بگویید که چه بر سر اشدروت همسر او و ملکه بابل آمده است؟ اربوقد جواب داد من از این داستان هیچ نمیدانم تنها چیزی که به اطلاع من رسیده این است که در اثر این ضربه پادشاه بابل به کلی دیوانه شده چون مغزش درست کار نمی کند. مردم بابل هم به جان هم دیگر افتاده و تمام کشور رو به تباهی می رود. به همین دلیل برای ما موقعیتی پیش آمده که از این بلبشو و آشوب به نفع خود استفاده کنیم. من تا این موقع استفاده های زیادی از این قضیه کرده صدیق گفت آقا به من لطف کنید و هر چه درباره ملکه می دانید به من بگویید. اربوقت گفت من حرف های زیادی درباره شاهزاده گرگانی شنیدم. به احتمال زیاد ملکه خود را به عنوان یکی از همسران هرمسرای او درآورده است. این هم البته در صورتی امکان پذیر می شده که ملکه می توانست خود را از این آشوب نجات دهد ولی آقا من به جای توجه به چنین اخباری بهتر از راهی جاده های اصلی مملکت بشوم. من در ضمن انجام کارهای خودم چند زن متشخص را اسیر کردم که هیچ کدام را برای خودم نگاه نخواهم داشت. از آنجایی که همه این خانم ها مقبول و زیبا هستند، من اطمینان دارم که از فروش آنها پول خوبی نصیب من خواهد شد و درباره اصل و نصب آنها هم هیچ گونه کنجکاوی ندارم. شخصیت و مقام آنها نیز برای من پول اضافی نخواهد آورد. یک ملکه اگر زیبا و تناز نباشد، کوچکترین ارزشی در بازار ندارد. این امکان وجود دارد که ملکه بابل هم در این آشوب کشته شده باشد، ولی این مسئله به من ارتباطی ندارد. فکر می کنم که به خود شما هم ارتباطی پیدا نکند. اربوغد به میگساری خود ادامه داده و صدیق کوچکترین اطلاعی درباره ملکه نتوانست کسب کند. صدیق مانند اینکه که سائقه ای روی سرش حبود کرده گنگ و گیج مانند مجسمه ای سر جای خود ایستاده بود. عربوغد در این حال بیکار ننشسته و ته جام شراب را بالا آورد. او متجاوز از صد داستان شاد برای صدیق تعریف کرده ابی انتقاء به صدیق اعلام می کرد که او خوشبخترین و سرخوشترین بشر روی زمین است. او سعی داشت صدیق را ترغیب کند که مانند او بوده و عمل کند تا خوشبختی ابدی را به دست بیاورد. بالاخره بخار آن همه مشروب که مصرف کرده بود او را تخدیر کرده و به خواب عمیقی فرو برد. صدیق در تمام طول شب با افکار زیاد و ناراحت کننده ای دست به گریبان بود. او به خود گفت پادشاه اول دیوانه شده و بعد به قتل رسیده است. آیا من حق ندارم که از این وضع گله و شکایت کنم؟ تمام مملکت در یک وضعیت بحرانی و سردرگمی به سر می برد. این قاط و طریق هم برای خودش مانند یک پادشاه زندگی کرده و شاد و خوشحال است. آه ای سرنوشت، ای تقدیر، یک راهزن به خوشبختی یک پادشاه است و زیباترین و ترین موجود روی زمین ممکن است با بدبختی کشته شده باشد. شاید هم در شرایطی گرفتار شده که هزار بار از مرگ بدتر است. آه اشتروت، اشتروت عزیز من، چه بلایی بر سر تو آمده؟ به محض فرا رسیدن روز صدیق از اتاقش بیرون رفت و به هر کس که رسید از او درباره ملکه سوال کرد ولی افراد این گروه فکر و ذکرشان درباره مطالب دیگر بود و حسلی جواب دادن نداشتند شب قبل برای راهزنی بیرون رفته بودند و با خود قناعم آورده بودند حالا موقع تقسیم قناعم بود هر سوالی که او می کرد در جواب او گفته می شد من کار دارم از اینجا برو. صدیق از در هم ریختگی آنجا استفاده کرده و بدون اینکه توجه کسی را جلب کند از آن محوت خارج شد. نگرانی و اندوه او حد و مرزی نمی شناخت. صدیق با عجله و سرعت حرکت می کرد ولی بی نهایت افسرده و بیتاب بود. افکار او درباره اشتروت بیچاره، پادشاه بابل، دوست سمیمیش قادر و عربو قد دور میزد. به یک کلام، سحنه بدبختی و بدشانسی که او با آنها روبرو شده بود، از جلوی چشمش دور نمیشدند. صدیق چند فرسنگ از قلعه اربوقت دور شد به ساحل یک رودخانه کوچکی رسید او به طور دائم بخت خودش را نفرین می کرد و خودش را به صورت نمونه مجسم بدبختی تصور می کرد. در یک فاصله نچندان دور مرد ماهیگیری را در ساحل رودخانه مشاهده کرد. مرد ماهیگیر روی چمن سبز کنار رودخانه نشسته و در حالی که میلرزید به سختی قادر بود که تور ماهیگیریش را در دستان ناتوانش نگاه دارد. مرد بیچاره به آسمان نگاه می کرد و از بارگاه ملکوت طلب کمک داشت. او می گفت من بدبخترین موجود زنده در این دنیای بزرگم. این حقیقت بر هیچ کس پوشیده نیست که هیچ تاجری در تمام کشور بابل به خوبی من نمیتوانست پنیر خامه ای تولید کند. ولی من حالا از هر حیث بدبخت و درمانده شدم. در بین تمام تجار پنیر در این مملکت هیچ کس همسری به زیبایی درایت و مهربانی زن من نداشت. ولی با ریاکاری و تزویر مرا از زندگی با او محروم کردند. من هنوز یک خانه روستایی محقر داشتم که حداقل برای من سرپناهی بود. آن را هم در جلوی چشمان من با خاک یکسان کردند. من حالا در یک دخمه زندگی می کنم و هیچ درآمدی به جز این ماهیگیری ندارم. ولی اخیرا حتی قادر نبودم که یک ماهی بگیرم. ای تور ماهیگیری نگون بخت من دیگر تو را در آب نخواهم انداخت به جای تو من خودم را در آب خواهم انداخت که از شر این زندگی جهنمی خلاص شوم. به محض گفتن این حرفای گلایامیز از جا برخواسته تور خود را به زمین انداخته و به طرف رودخانه دوید پیدا بود که تصمیم دارد خود را به آب انداخته و از شر این زندگی مشقتبار خلاص شود. صدیق با خود گفت آیا این امکان وجود دارد که در این دنیا آدمی بدبختتر از من باشد؟ احساس ترحم و همدردی باعث شد که صدیق به سرعت هرچه تر دست به کار شود. او با تمام قدرتش شروع به دویدن کرد و خود را به مرد نگونبخت رساند. او را متوقف کرد و با لحنی ملایم و دوستانه از پیرمرد علت ناراحتیش را که منجر به اقدام او به خودکشی شده بود سوال کرد. او به ماهیگیر گفت از قدیم گفتند که اگر یک فرد بدبخت کسی را نظیر خودش پیدا کند درد بدبختیش قدری تسکین پیدا خواهد کرد. ولی اگر ما به حرف زرتشت گوش بدهیم او به ما نصیحت می کند که همه اینها از جهت داشتن سرنوشتی مشعوم نیست بلکه به علت احتیاج مرگبار است. صدیق از این جهت که به طرف هر انسانی که دچار گرفتاری شده بود کشیده میشد ناراضی نبود. همراهی با یک انسان خوشبخت و راضی تا حدی برای او توحی نامیز بود. ولی دو نفر در شرایط بد و نامناسب مانند دو گیاه ضعیف هستند که به یکدیگر یاری می دهند که در مقابل طوفان مقاومت کنند. او به ماهیگیر گفت چرا اینطور گرفته و غمناک هستید؟ شما نبایستی در زیر فشار ناملایمات کمر خم کنید. ماهیگیر بیچاره گفت من کاری از دستم بر نمی آید. هیچ راه حلی در جلوی من وجود ندارد آقا. من یک موقع یکی از بهترین تجار شهر کوچکی در نزدیکی بابل بودم. من در آن موقع با همسرم در یک خانه بزرگ و زیبا زندگی می کردیم و پنیر خامعی من در تمام امپراتوری ایران زبان زد بود. اولیا حضرت اشدروت و عالی جناب صدیق نخست وزیر مشهور پنیرهای مرا خیلی دوست داشتند. من هر چند وقت یک بار 600 بسته از این پنیرها را برای استفاده دربار به آنجا می بردم. چند روز پیش خودم به دربار رفتم به امید اینکه مطالباتم را وصول کنم. ولی قبل از اینکه وارد مرکز شهر بشوم اطلاع حاصل کردم که نه فقط ملکه بلکه نخست وزیر صدیق هم به طور مخفیانه دربار را ترک کردهاند. من با سرعت خودم را به خانه صدیق رساندم هرچند که من هرگز در قبل ایشان را به شخص ندیده بودم در آنجا مأموران را دیدم که حکم جلب صدیق را در دست داشتند و اموال او را مصادره می کردند. از آنجا من به کاخ ملکه رفتم که پنیرهای خود را به آشپزخانه آنجا حمل می کردم. من تقاضای دیدن سر مستخدم ایشان را کردم که یکی از افسران جزء در آنجا به من گفت که اولیا حضرت از دنیا رفته است افسر دیگری که در آنجا بود اصرار داشت که ملکه را دست بسته به زندان منتقل کردند. افسر سومی به طرز خصوصی به من گفت که اطلاع دارد ملکه موفق به فرار شده و زنده و سلامت از مملکت خارج شده است. ولی آنها همه در یک مورد اتحاد داشتند که بهای پنیرهای من هرگز به من پرداخت نخواهد شد از آنجا به اتفاق همسرم به خانه لرد اورکان رفتیم که یکی از مشتریان درباری من بود ما از او تقاضای مسکن و محافظت کردیم این درخواست بدون معطلی برای همسرم مورد قبول واقع شد ولی درخواست من فوراً و بدون چون و چرا رد شد. همسرم از بهترین پنیرهایی که من درست میکردم سفیدتر و لطیفتر بود. از آن تاریخ به بعد تمام بدبختی های من شروع شد آقا. بین خودمان بماند. همین زیبایی همسرم کار دست من داد. من به اجبار نامهای برای همسرم نوشته و تمام درد و رنج خود را در آن شهر دادم. او در جواب به پیغام رسان گفت همه ی اینها درست. من کمی از روحیات انسانها با خبر هستم. شنیدم که گفته می شود هیچ کس بهتر از او پنیر درست نمی کند. دفعه بعد که خواست به اینجا بیاید به او بگویید یک بسته کوچک از بهترین پنیرهایش را برای ما بیاورد و به او بگویید که من متعهد می شوم که پول پنیرش را دریافت کند. در اوج گرفتاری و سرخوردگی من تصمیم گرفتم که از دادگاه برای حل مشکل خودم کمک بگیرم. من از مال دنیا شش اشرفی طلا داشتم. دو اشرفی طلا خرج دست مزد رایزن حقوقی من شد. دو اشرفی طلای دیگر را به وکیل خود که دعوای مرا قرار بود در دادگاه مطرح کند داده و دو اشرفی باقی مانده را به منشی دادگاه پرداخت کردم. دعوای من مطرح شده و دادگاه به آن صورتی که من مایل بودم پیشرفت نمی کرد. من تا آن موقع خیلی بیشتر از آن خرج کردم که پنیر رو همسرم ارزش داشتند. مجبور شدم که به زادگاه خودم بازگردم و هرچه داشتم برای رهایی همسرم به فروش برسانم. خانه کوچک من با تمام وسایل آن حداقل 300 اشرفی طلا ارزش داشت ولی وقتی خریداران خانه متوجه شدند که من تا چه اندازه به پول احتیاج دارم قیمت خیلی پایینی را پیشنهاد کردند اولین خریدار سی اشرفی دومین 20 اشرفی و سومین فقط 10 اشرفی به من پیشنهاد کردند درست وقتی که من با یکی از خریداران به توافق رسیده بودم، شاهزاده گرگانی به بابل وارد شد و هرچه به دستش رسید برای خودش ضبط کرد. خانه کوچک من هم شامل همین مشکل شده و تمام اسباب و اساسیه آن را به تاراج برده و بعد آن را به آتش کشیدند. من که پول و خانه و همسرم را از دست داده بودم به اینجا آمدم که شما مرا در اینجا میبینید. در اینجا تصمیم گرفتم که زندگی خودم را با گرفتن ماهی بگذرانم ولی ماهی ها هم مانند انسان ها روی خوشی به من نشان ندادند. من به سختی در عرض تمام روز یک ماهی میگیرم و همیشه گرسنه هستم. اگر به خاطر انسان دوستی و سخاوت شما نبود جای من الان در قعر رود خانه بود. این داستان طولانی چندین بار توسط صدی قطع شد. او که برای دانستن اینکه چه بلایی بر سر ملکه آمده بیتاب بود چند بار از پیر مرد چند بار از پیر مرد ماهیگیر سوال کرد آقا آیا شما هیچ اطلاعی از سرنوشت ملکه اشتروت دارید؟ ماهیگیر نگونبخت جواب داد نه خیر آقا فقط این را می دانم که نه ملکه و نه صدیق هیچ کدام زحمت پرداخت بهای پنیرهای مرا به خود نداده و از دست رفتن همسر زیبایم و تمام خانه و زندگیم مرا به وادی مرگ و نیستی کشاند